امروز خوشبختانه دو قهرمان با خودمان داریم. آقای حشمت الله مزای با ما هستند و همچنان نصرت الله نگزاد. دو ورزشکار در دو رشته مختلف. میخواییم که در مورد کارها و در مورد مسابقاتشان بیشتر از خودشان بپرسیم. سلام صبحتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام شما هم چون صبح بخیر. سلامت باشین آقای نگزاد، میخوایم در مورد کارهایتون کمک بگوین، در مورد مسابقاتتون بگوین و در شروعی بگوین که چند سال میشه خودتون آمدین به دنیای همیمی. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام احترامات به تمام بیننده های جوانان افغانستان و همچنان به همکارای شما. مدت 10 سال میشه که من در این رشته هستم، کار میکنم، تمرین میکنم و تقریبا 2 سال 8 سالش میشه که ما مسابقه کردیم. بسیار خوب. مسابقات آماتور و پروفیشنال و تمرین. بسیار خوب. و آقای حشمت الله هم در بخش بوکس، در رشته بوکس هستین و بگوین که چه باعث شد خودتان رو آوردین به رشته بوکس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات تقدیم شما، تقدیم بیننده عزیز که امیل اعظم را از صفحه تلویزیون جوانان افغانستان تماشا میکنه. ما در سال 1383 بود ما به تمرینات بوکس ما آغاز کردم، چون شوق علاقه مزیاد بود. بسیار خوب. تقریبا دمی مدت 14-15 سال میشه که ما تمرین خود پیش میبرم و فعلا من مسابقات زیاد در داخل کردم، مسابقات خارجی ندارم و مدت 6 سال میشه که ما رو آوردیم به تیرنری. ما پلان گرفتم که ما بعد ازی باید جوانا را تشویق کنم، جوانا را قهرمان تربیه کنیم در رشته بوکسینگ و فعلا دو کلاب برحال داریم. فعلا هم در وظیفیم در ورزش فعلا کوچینگ است و کمی میلیستم. بسیار خوب، موفق باشین. خوب، در مورد مسابقاتی که قبلا داشتین یکمک صحبت داشته باشین، تا بال چند مسابقه داشتین و در مورد مسابقاتی که پیش رو دارین بعدا صحبت میکنین. خب، مسابقات که ما آغاز کردیم بسیار از وقت مسابقات دور اولی MMA بود، بسیار از سن کم زیر سن بودم که از مسابقات آماتور فایت کردیم تا به حال مسابقات پروفیشنل رو آوردیم. خوشبختانه 5 مسابقه پروفیشنل دارم که 1 باخت در کارنامه 5 تا و 4 برد داریم. در پروفیشنل هم تیم ملی را فاینالش پروفیشنل فایت کردیم. یکی از تلویزیون‌های افغانستان بود که در لایف برگزار شده بود، اونجا فایت کردیم. دیگه پروفیشنل آماتور در هر مدال که ما وقت میگرفتیم، حالا در هر مدال ما 4-5 فایت کردیم. در آماتور سر 1 مدال تا مقام اولی دومی را گرفتیم. دیش مسابقات زیاد میشه. چند قبل هم یک مسابقه داشتیم در پاکستان که فکر میکنم لغو شد. بله، پاکستان مسابقات رفته بودم. مسابقه از اینجا به بسیار مشوق همون چیزی که داشتم تمرین کرده بودم، مگر متاسفانه پاکستان رفتم که عریف مازر نشد با مبارزه. چون عریف ما مسابقه را 1 روز و پیش خبرشم که عریفم حاضر نشد، باز ما گفتم عریفم نیست و گفتن ما چینج کردیم عریف براتان. وقتی که چینج کرد عریف آورد، وزن کشی کردیم، همه چیز خلاص شد، بازم عریفم او باز ترسید فایت نکرد. البته او عریف قبلی هم که بود دوام از ترس از اون کمپ که ما بودیم در اون تمرین میکردیم، از اونجا یا چیز کرده بود که دیده بود باز رفته بود. حرفایتان از کجا بود؟ از خود پاکستان؟ بله، یکی باز 1 روز که مانده بود خبر شدم که عریفم نیست، باز بود دیگه عریف آوردن بر ما وزن کشی کردن، وزن کشی میکردیم. او را ما از چیز آوردن از لاهور، باز او هم حاضر نشد. دلیلش هم ترس بود که شما شاید دیگه. بله، ترس بود دیگه، چیزی من ندیدم. بخاطر که باز 1 فایتر گفتم و نخواستم مثل زیاد فایترهای است که در افغانستان و ورزشکارم زیاد شده دبن به وقت، دیگه نخواستم که امو جوایزی که میتن یا مثل یکان دیگرهای ورزشکارا آوردن امو را بیارم، یا جوایزی که اگر حقم است که باید میاردم سرکمربند بود، نخواستم که به اون شکل چیز
کمربند یا بدون مسابقه بیارم. بدون مسابقه بیارم. من مسابقه را کلا خودم لغو کردم. بسیار خوب. بله. بسیار خوب. واقعی اشمت الله در مورد مسابقات بگوین که مسابقات داخلی چند تا داشتین و در مورد مسابقات خارجی که تا بال در خارج از کشور مسابقه داشتین یا خیر؟ از ما مسابقه داشتیم مسابقه خارجی در کشور دبی که متاسفانه در جریان تمرینات پای ما اوگار شده بود پله پای ما زانوی راست مصیب دیده بودم نتوانستیم با مسابقات برایم و دو تا پارتی نرای ما رفتن در مسابقه یک شام کمربند آوردن دیگر شام فایت خود را بردن بهترین فایت کردن فعلا هم ما قرار دادیم در مسابقات دبی یکی از سازمان‌های مشهورش به نام تیکی اسپورت ما پس نو تمرینات را آغاز کردیم آمادگی با مسابقه پس دوباره گرفتیم تا ما بتوانم مثل دیگر قهرمانان کشورم باز هم در حدی که ما کوچ آمه هستم دو کلاب هم دارم بادم در تلاش هستم که ما باید فایت کنم مثل دیگر قهرمان ها رو با وطن خود افتخار بیارم چون عوض آرزوی هر یک ورزشکار هر یک فایتر همی است با وطن خود افتخار دارم. بسیار خوب. یعنی مسابقات شما هم قرار است تا یک ماه دیگه برگزار شود؟ یک ماه نه، شاید از یک ماه زیاد باشه. یک مدت را تیر کنه. فعلا هم کار ما فعلا کلش توجه ما سر مسابقه استاد نصرت است که در کشور هند مسابقه داره فعلا در نزدیکان چون مسابقه مهم است مسابقه پروفشنال است که سازمانه مشهور هند فایت میکنه هدف و توجه ما فعلا کل سرمی فایت است که تا بتوانه با وطن خودم افتخار بزرگ به دست بیاره انشالله و آقای نکزاد قرار است شما مسابقه داشته باشین در هند؟ بله ما تقریبا دو روز میشه تاریخ 8 امضا کردم قرارداد خود با یک از لیگ هند هستن بسیار مشهور هستن در اون لیگ قرارداد خود امضا کردم تاریخ 6 دسامبر وزن کشی است 7 و 8 مسابقهشان است عرفتان کی است حریف تا حال مشخص نشده وقت داره باز یک چند مدت بعد که یک ماه یا 25 27 روز از چند کشور است او لیگ است او لیگ تجارتی است هر تجار میاین هر فایتر میگیرن فایتر وازوا از هر کشور میگیرن خب یعنی تجارت میشه حمایت میکنه بله ما شمارت حمایت کرده فعلا خب ما در لیگ ثبت نام کردیم همین وقتم که دادن ثبت نام کردیم و از طرف از وا به ما اطمینان داده شده که دیگه در شما فایت میکنیم اطمینان کامل داده انشالله اما آمادگی که دارم میگیرم سر فوکس میکنم با تمرین است در هر رشته کار میکنم MMA است، پهلوانی است، بوکس است در هر کدامش ستیپ به ستیپ کار کرده میرم که سی رنگ بیرق افغانستان به اعتزاز بیاریم بسیار خوب فکر میکنم بر علاوه از که خودت در دنیای MMA هستی در کدام رشته دیگه هم ورزش میکنی؟ تو مشخص ورزش نمیکنم در کدام رشته مسابقه داشت فکر میکنم بوکس گفتین بیشتر بوکس تمرین میکنم همون تمرین یک تایم هم بوکس ام ام ای البته از نامش که گفتم میشه که ام ام ای مکس از تمام رشته مکس مارشال آرتس مکس از تمام رشته از تمام رشته باید دو کار شوه در هر بخش از او باید تو کار بکنی ام ام ای اگر واقعا یک فایتر حرفه‌ای باشد باید روزانه 6 ساعت تمرین کنه و تمرین 6 تایم های مثال دیگه تمرین ها است 2 ساعت 1 ساعت 3 ساعت تمرین میکنن دیگر رشته و البته او خو یک رشته است که کار میکنن باز امی اگر تو واقعا به شکل رفعی خود آمده بسازی در 1 ساعت تو تمام رشته را کار کرده نمیتونی در 2 ساعت نمیتونی تو باید به خود مثلا 6 ساعت در دو برنامه را بر خود تمرین جور کنی روزانه صبح از شام است دیگه دی صبح مثلا یک صبحش بوکس و کیک بوکس کار میکنی شامش مکمل گرپلینگ سابنشن و پلاوانی و یایتا کار میکنی و در بغل ازمی ها باید سرفیزیک هم کار کنی تمرین عام که ما داریم در کلاب باید دوره داشته دیگر اشتایی که خودت بازی میکنی یعنی عطفت برای از این نیست که باید مسابقه بری و مسابقه داشته باشی بله بله خب دیگر اشتایی که ما تمام تمرکزت روی ام ام ای هست بله بخاطر ام ام ای اگر ما بوکس کار میکنم بخاطر ام ام ای کار میکنیم
که بکس زیادتر در ام‌ام‌ای آن خودتان می‌می، 70% سر بکس بسیار تمرکز داره مردم خواهی ترا زیاد کار میکنن. آقای عشمت‌الله در مورد ازی بگوین که شما هم تنها در یک رشته کار میکنیم 14 سال 15 سالی که میشه خودتان در دنیای ورزش هستین، فقط بکس کار میکنیم یا کدام رشته؟ بله، رشته اصلیم از کوچک که بودم ما شروع کرده بودم رشته بکسینگ بود. باز رشته دیگر هم که من شوق داشتم همراش تمرین میکردم، پهلوانی بود. اومدم این دو رشته ما تمرینات خود زیاد پیش بردیم و رشته اصلی ما رشته بکسینگ از بکس پروفشنال فعلا هم دیگه جریان داره. ببینیم دیگه تا کجا میرسیم. تشکر، سلامت باشین. ممنون از هر دوی تانست که آمدین به برنامه. در آخر هم اگر کدام گفتنی پیام داشته باشین میتونیم. گفتنی خاصی نداریم، همین گفتنی ما همی است که به ورزشکارا و به جوانان وطن ما که اولتر تعلیم است، تربیه است، پهلوی از امو ورزش بکنن به خاطر صحت خود، به خاطر وطن خود ورزش هم بکنن تا مقام ورزش ما بلندتر شود. تشکر. ما از همه مردم کشور خود خواهان هستم که همین ورزش است که ما افغانستان را به جهان شناختیم. از شان خواهش میکنم، از بزرگا، از مردم کشورم حمایت قهرمانان خود زیاد باشن، قهرمانان خود حمایت کنن، ورزشکارا را حمایت کنن، اولادا جوانان خود تشویق کنن. این نه تنها به قهرمانی میشه ورزش، ورزش چیزی است که به صحتمندی خود انسان هم زیاد مفید است. تا ما بتواریم از طریق این ورزش، چون به همه معلوم است کشور ما پسمان است نسبتاً، یعنی ما بتونیم از طریق ورزش به جهان نشان بدیم که حداقل که ما در دیگه کارا پس موندیم، در ورزش ما پیش رفتیم. چیز رشته مختلف مهم نیست در کدام رشته، یعنی مقصدم جوانا اولادا و برادرای خودم با ورزش تشویق کنن تا همیشه خودشان صحتمند باشن و به افغانستان هم قهرمانی بیارن. تشکر، سلامت باشین. بازم ممنون. و در آخر هم دوستا جریان تمرین آقای نکزاده با هم یکجا تماشا میکنیم، بعد از اون یک وقفه کوتاه میگیریم.
نمیشه.